خب بینندگان عزیز، در ادامه برنامه گفتگویی داریم با آقای علیرضا مدنچی و می‌خوایم جنبه‌های مختلف سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در رابطه با برجام و موضوعات دیگری رو که مطرح کرد بیشتر مورد تفسیر و توضیح قرار بدیم. آقای مدنچی، خوش آمدید به ویژه برنامه برجام نافرجام. متشکرم از این فرصتی که من دادید. اجازه بدید که از قبل سلام بکنم خدمت هموطنان عزیز و بینندگان گرام. میخواستم در اولین سوال بپرسم که نکات متعدد مهمی گویا در سخنرانی دونالد ترامپ بوده، به نظر شما مهمترین نکات چی بوده؟ اجازه بدید قبل از اینکه به محتوای صحبت‌های ترامپ اشاره بکنم و یا به نکات مهم این سخنرانی، این نکته رو بگم که همزمان با سخنرانی رئیس جمهور آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور در واقع سپاه پاسداران رو نامگذاری تروریستی کرد. البته این در صحبت‌های آقای ترامپ هم بود و این نشون میده که تحولات چه سرعت و شتابی داره. یعنی اصلا هیچ زمانی طی نشد از دستوری که رئیس جمهور آمریکا خطاب به وزارت خزانه‌داری داد تا این اقدام این وزارتخانه. و اما از مهمترین نکات که پرسیدید، به نظرم مهمترین نکته این بود که ترامپ در سخنرانی خودش اشاره کرد که مردم ایران قربانیان اصلی رژیم هستند. در واقع این تایید کرد که این جنگ، قبل از اینکه جنگ جامعه جهانی و یا تضاد آمریکا با رژیم باشه، جنگ مردم ایران هست با رژیم و این رو به رسمیت شناخت. حق مقاومت مردم، حق مردم ایران برای مقاومت در برابر این رژیم وحشی و این استبداد قرون وسطایی. به غیر از اون، یعنی از این که بگذاریم، همین در لیست تروریستی قرار دادن سپاه به نظرم نکته بسیار مهمی بود در صحبت‌های ترامپ. خب در مورد این خیلی بحث و گفتگو بود که آیا رئیس جمهور آمریکا چنین اقدامی میکنه یا نه، که خب با این سخنرانی دیدیم که این به منصه ظهور رسید و جامعه عمل به خودش پوشید. خب سپاه پاسداران در واقع رکن اصلی نگهدارنده رژیمه، یعنی هم دینامیست و موتور محرک سپاه و در واقع اون روح حاکم بر اون صدور تروریسم هست. بله. و رژیم در واقع، سپاه پاسداران در واقع بازوی اصلی صدور تروریسم و همچنین بازوی اصلی رژیم در سرکوب مردم ایران. یعنی دو وجه این رژیم دیکتاتوری رو سپاه پاسداران نمایندگی میکنه، هم در وجه خارجی که جنگ افروزی و صدور تروریسم هست و هم در وجه داخلیش که در واقع سرکوب مردم ایران هست. و به این ترتیب در لیست قرار گرفتن سپاه و اصطلاح به رسمیت شناختن اون به عنوان، همونطور که رئیس جمهور آمریکا گفت، یک نیروی فاسد، یک نیروی فاسد تروریستی، این تأثیرات بسیار زیادی هم در داخل ایران و هم در منطقه خواهد داشت و در آینده نزدیک شاهدش خواهیم بود. اشاره کردی که این موضوع تاثیرات مهمی خواهد داشت. اگه ممکنه توضیح بدید که منظورتون چه نوع تاثیراتیه؟ ببینید، خب سپاه علاوه بر همون نقشی که در داخل کشور به عنوان نیروی اصلی سرکوب و در خارج کشور به عنوان بازوی صدور تروریسم رژیم داره، اقتصادیات رژیم رو هم، یعنی اقتصاد تمام کشور رو هم در چنگ خودش گرفته و اونچه که بر سر مردم ایران اومده از فقر و بیچارگی و محرومیت و اینا، یک عامل اصلیش سپاه پاسدارانه که توسط بیت خامنه ای هم کنترل میشه. شما نگاه بکنید که سپاه پاسداران در واقع بخش عظیمی از مثلا ظرفیت تولیدی کشور رو، کارخانه ها و امکانات تولیدی و صنعتی رو در اختیار گرفته و به این ترتیب یک نقش مخربی ایفا میکنه در اقتصاد کشور.
خب این یک مثلا در لیست قرار گرفتن سپاه و زیر ضرب رفتن سپاه، از این نظر هم خامنه ای رو خیلی دچار مشکل خواهد کرد، یعنی هم به لحاظ نظامی و اون بچه سرکوبگر سپاه به رژیم ضربه میخوره و هم به لحاظ اقتصادی به رژیم، به خاطر اینکه اصلا تمام بنیادهای اقتصادی یا اکثرشون دست سپاه هست. علاوه بر این میبینید که در رژیم به خاطر همین نقش سپاه این روزها امثال روحانیون چقدر قربون صدقه سپاه میرفتند، چون که خب میخواستن که اگر که رئیس جمهور آمریکا چنان که پیش بینی میشد سپاه رو در لیست قرار داد یا به عنوان به اصطلاح یک نیروی منفی منطقه معرفی کرد، اینها به اصطلاح پیشاپیش از سپاه حمایت کرده باشند و همدست دشمن تلقی نشن. و هم خامنه ای هم ایادی خامنه ای و باند خامنه ای و هم از روحانی و ظریف و اینا گرفته تا رسانه هاشون این روزها خیلی برای سپاه به اصطلاح مایه میگذاشتن. و خب این نشون میده که چه ضربه ای به رژیم خورده از طریق همین در لیست قرار گرفتن سپاه. سوال بعدی در رابطه با حرفیه که صالحی گفته بود، رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم، چند روز پیش گفته بود اگر آمریکا سپاه را در لیست قرار دهد به ما اعلان جنگ کرده. قبلا هم گفته بودن که ما هم مقابله به مصر خواهیم کرد. میخواستم در این رابطه توضیح بدید که بالاخره رژیم چه کار میخواد بکنه. بله خب از این حرفا اینا این روزا زیاد زدن، از این رجزخونی ها و به اصطلاح خط و نشون کشیدن های امثال همین چیزی که اشاره کردید. قبلا هم جعفری سرکرده کل سپاه پاسداران گفته بود که ما به آمریکا میگیم که بایستی تا شعاع اگر که سپاه رو در لیست قرار بده یا اگر برجام رو نقض بکنه بایستی تا شعاع 1000 کیلومتری تمام قرارگاه ها و پایگاه های خودش رو از اطراف ایران جمع بکنه. بعد که خبری نشد، وقتی که از این هارت و پورتا وقتی کرد و بسایش آبی گرم نشد، این 1000 کیلومتر رو به 2000 کیلومتر ارتقا داد. اما بعدش همین جعفری خودش اومد گفتش که حرف ما همون حرف وزارت خارجه و همون حرف ظریفه، یعنی به این ترتیب عقب نشینی کرد و به خصوص تاکید میکرد که این حرف رو رئیس جمهور آمریکا و ترامپ باید بشنوه، به خصوص مخاطب این حرفا رو که البته مخاطب اصلیش نیروهای رژیم بودن و اینکه میخواست به اینها روحیه بده، اینها که بسیار ترسیده بودن، اینها مشخص کرد که روی حرفش با رئیس جمهور آمریکا و دولت آمریکا است که اون رجزخوری های قبلی ما رو نادیده بگیرین. حرف ما عیناً همون حرف وزارت خارجه و ظریف هستش. الان هم باید از این صالحی پرسید که خب حالا آمریکا که به شما اعلان جنگ داده، بفرمایید ببینیم که چیکار بکنیم. معلومه که رژیم جرئت نداره که دست از پا خطا بکنه، به خاطر اینکه اصلا تعادل قوایی نیست که به رژیم اجازه بده که مثلا چنین حرفای گنده تر از دهان خودش بزنه یا بخواد اقدام بکنه. اصلا قبل از اینکه مثلا بحث مثلا این پولمیک مطرح باشه، میبینیم که وزارت خزانه داری اقدام کرده در قبال این رژیم. گویا روحانی هم بلافاصله بعد از صحبت‌های ترامپ صحبت‌هایی داشته. آیا شما در جریانید که در حرفاش به چه نکاتی اشاره کرده؟ روحانی که از اول تا آخر در واقع حرفاش آهناله بود، آهناله البته با طعم در این حال رجزخانی و اینها، به طور متناقضی هم آهناله میکرد که آمریکا در این سالیان چه به سر ما آورده و هم در این حال به اصطلاح رجزخانی میکرد و شاخشونه میکشید. خب این اظهارات و شاخشونه های روحانی در واقع ترکیدن بادکنک اعتدال بود به دست خود روحانی. اون حرف های
قبلیش که نمیدونم تعامل با جهان و فلان اینها کجا و این بسیار شاخشون کشیدن ها کجا. و در واقع از فرط ترس خزیده بود به زیر قبای خامنه ای و به خاطر همین ترسش از لیست گذاری سپاه و پیامدهای اون. و همینطور باز هم در همین سخنرانی که داشت مجیزگویی خیلی غلیظی کرد هم از ولی فقیه ارتجا و هم از سپاه پاسداران و این هم به طور مضاعف در واقع ترکیدن همون بادکنک اعتدال بود که عرض کردم و اعلام اطاعت و تبعیت از خامنه ای توسط آخوند روحانی در واقع ته خط دعاوی اعتدالی رو در خاتمه سیاست مماشات این رو به خوبی نشون میداد و این هم میشه گفتش که پایان این خط اعتدالی بود که با فریبکاری و اینها روحانی علم کرده بود و به این ترتیب اینجا هم این مهر ابطال خورد. میخواستم سوال کنم که بالاخره نقش مسیری که ترامپ در این صحبت‌های خودش اعلام کرد چی بود؟ ببینید ترامپ گفتش که اولا برجام رو تایید نکرد و همون چیزی که در هر 90 روز قرار بود که پایبندی رژیم به برجام رو اعلام بکنه این رو تایید نکرد و برجام رو تایید نکرد و بعد احاله داد به کنگره که کنگره برجام رو تصحیح بکنه. وقتی که از تصحیح برجام هم صحبت میشه در واقع همون چیزهایی بود که قبلا رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اینها در برجام نیومده در حالی که میبایست میومد و از اونها به عنوان روح برجام یاد میکرد. منظور دخالت‌های رژیم در منطقه و سیاست صدور تروریسم میشه و همینطور سیاست توسعه موشکی که رژیم دنبال میکرد اینها رو بایستی که در برجام وارد بکنن کنگره. و ترامپ همچنین گفت که اگر این تصحیحات انجام نشه و اگر ما با کنگره و با متحدینمون در این موارد به توافق نرسیم من برجام رو لغو خواهم کرد. در واقع نقشه مسیری که ترامپ اعلام کرد یک نقشه مسیر دو مرحله‌ای بود که اگر در وهله اول کنگره این تصحیحات رو انجام بده و متحدین آمریکا همین رو بپذیرند که در برجام این نکات وارد بشه که فبها، وگرنه اون وقت رئیس جمهور آمریکا برجام رو یک طرفه نقض میکنه و از اون خارج میشه. و این خب در هر حال یک پیروزی بزرگی نصیب مردم ایران شده، اولا همونطور که عرض کردم با به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم ایران و اینکه قربانیان اصلی رژیم مردم هستند و بعد با تصمیمی که در مورد سپاه پاسداران گرفته شد و بلافاصله هم عملی شد توسط وزارت خزانه داری و این در واقع یک گام رژیم رو به اون هدفی که مردم ایران براش قیام کردند یعنی سرنگونی رژیم مردم رو نزدیکتر میکنه و نوید پایان یک دوران یعنی همون دوران مماشات و استمالتیه که سد راه مردم ایران و سد راه مقاومت ایران شده بود و ماده شدن و عملی شدن اون چیزی که ما ازش به عنوان تغییر دوران یاد میکردیم الان میتونیم بگیم که به ظهور پیوسته. بله، یک بار دیگه تشکر میکنیم از این گفتگو. می‌خواستیم درخواست کنیم در طول این ویژه برنامه که داریم اگر باز هم سوالی بود همچنان با شما مطرح کنیم. در خدمتتون هستم. بینندگان عزیز، ویژه برنامه برجام نافرجام رو ادامه میدیم.